سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه از باید بدانیم به واکنش تند کیومرث پور احمد به حواشی جشنواره فیلم فجر امسال میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. بی توجهی به 41مین جشنواره جهانی فیلم فجر امسال از سوی سینماگران ایرانی همچنان ادامه داره. جشنواره تئاتر فجر در حالی روز شنبه در تالار وحدت برگزار شد که تصاویر منتشر شده از این مراسم نشون میده اکثر صندلی‌ها خالی بود و استقبال بی‌فروغی از سوی هنرمندان و مردم صورت گرفته بود. این در حالی بود که ورود به این مراسم برای عموم مردم آزاد بود. برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر هنوز مونده و به گواه سینماگران و فعالان صنفی و چهره‌های فرهنگی مخالف جمهوری اسلامی تحریم شد و این دوره از جشنواره از سوی فیلمسازان و تماشاگران در ادامه اعتراض‌های بعد از کشته شدن مهسا امینی کاملاً جدی و مشهود بود و مجموعه حاکمیت همه تلاش خودش رو کرد که تحریم این رویداد سینمایی حکومتی رو بی اهمیت یا ناموفق جلوه بده. اما عدم استقبال کارگردانان و هنرمندان مشهور سینمایی با حواشی گسترده بازداشت و زندان بازیگران در این اواخر به چالش بزرگی برای این جشنواره تبدیل شد. بیش از نیمی از فیلم‌های اعلام شده محصول نهادهای حکومتی بودند و سازندگان اونها نخستین فیلم بلندشون رو ساختند و نام شناخته شده‌ای هم محسوب نمی‌شوند. کیومرث پور احمد قدیمی ترین و شناخته شده ترین فیلمساز حاضر در فهرست سازندگان فیلم های اعلام شده جشنواره فیلم فجر امساله. او تنها ساعتی بعد از اعلام نام فیلم ها با انتشار متنی در اینستاگرامش خبر داد که تهیه کننده و برخی از عوامل فیلمش خواستار حضور در جشنواره بودند و برای او جشنواره هیچ ارزش و اهمیتی نداشته، به خصوص در این سال خونبار و دردناک. تا جایی که این فیلمساز قدیمی سینما به این جشنواره حکومتی فیلم فجر امسال هم واکنش تندی نشون داده. او که مدت هاست مورد بیمهری و حتی توقیف فیلمهاش از سوی وزارت ارشاد قرار گرفته بود، با انتقاد تندی از این روند و برگزاری جشنواره امسال به این مراسم واکنش نشون داد و نوشت: چند سالی است که جشنواره فیلم فجر دیگر جشن سینمای ایران نیست، که جشن دو سه ارگان خاص است. در این چند ساله جشنواره برای من هیچ ارزش و اهمیتی نداشته، به خصوص در این سال خونبار و دردناک. اما مالک فیلم تهیه کننده است. مثل همه جای دنیا فقط او میتواند درخواست حضور یا عدم حضور در جشنواره را داشته باشد. تهیه کننده و بعضی عوامل فیلم مایل بودند فیلم پرونده باز است در جشنواره باشد. اما من نویسنده و کارگردان با این همه داغی که بر دل داریم دیگر چه جشنی، چه جشنواره‌ای؟ سلام. هممون که همیش تو وضعیت خوبی نیستیم، ولی اونایی تو وضعیت بدتری هستن که سرپرست خانوادشون تو زندان هم بابت اونسون بدهی هم چیزایی الان توی شهر 10,000 تومان حداقل دارم، واقعا هیچی نیست، چیزی به خوردن نیست. بیاین با این حداقل ازتون به این پویش کمک زندانیان هم بپیوندیم و خانواده بیشتری رو خوشحال کنیم. مخلص شما. آقای کارگردان، مدت ها پیش هم با انتقاد از صحبت های توهین‌آمیز وزیر ارشاد در پاسخ به او این متن رو منتشر کرده بود و نوشته بود: آقای وزیر پیشنهادی ارشاد، تا به حال چند تا فیلم دیده ای که درصد بی حیایی زنها را تشخیص داده ای؟ چند تا کتاب خوانده ای و چه کتاب هایی؟ چند نمایش بر صحنه دیده ای؟ چند کنسرت رفته ای؟ به چند نمایشگاه نقاشی و عکاسی رفته ای؟ بعید میدانم هوشنگ سیحون و زکاالملک را بشناسی. جناب عالی، از خانه سینما چه میدانی؟ فرموده ای مرکز بحران خانه موسیقی است. اسم مرتضی حنانه و حشمت سنجری و هرمز فرحت و امین الله حسین تا به حال به گوشت خورده؟ آقای وزیر پیشنهادی ارشاد، امثال شما یا مثل جواد شمقدری با احساس خدایی میایید و میروید و بار بدنامی تا همیشه سربارتان است، ولی ما که خالق هنر هستیم بعد از مرگ هم زنده ایم به خوشنامی.
سیف فرغانی می‌فرماید آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. آقای فیلمساز و کارگردان به همراه حدود 800 نفر از منتقدان و اهالی سینما در بیانیه‌ای به وقایع اخیر ایران با انتقاد از خونها که ریخته شده، خواهان توقف، تاراج و فساد و سرکوب مردم شده بود و با انتشار این متن که امضا کنندگان نمیپذیرند در مقابل این اتفاقها سکوت کنند نوشت: نمیدانیم این کدامین نوبت است که چندین لشکر به حکم حاکمان به سرکوب مالکان این خاک و آب به تاراج با بیشرمی تاخته بر این خاک. ایران تنها مانده من، زخم ها زده اند بر جسم و روح شریف ترین مردمانت، از مردم جنوب تا مردم شمالت، و امیدها را مدفون کرده اند زیر سم اسب ها و چکمه گزمه ها و بمب ها و گلوله ها. خون ها ریخته اند در آسمان و خیابان هایت، دیگر کافی است، بس از این خون ریزان و این تاراج و این فساد و این بلوای دردافزا. ما مردم معمولی از اهالی سینمای ایران بدون وابستگی به هیچ قدرت و حزب و دسته ای، تنها و تنها خود را در قامت مردم همین کوچه و خیابان می شناسیم و با سربلندی و بی لرزش صدا همراه و همگام با اراده هممیهنانمان خواهیم نوشت و سخن خواهیم گفت. ما نیز ساکت نخواهیم ماند تا نارفیقان و ناکسان به مهد تمدن میان رودان چون اسیرانی رفتار کنن و حقوق ابتدایی مردم تشنه و زخمی را نادیده گیرن. نمیپذیریم آنان که پیشتر توشه خود و هفت پشتشان را گستاخانه از سفره فرزندان امروز و فردای این سرزمین به یغما برده اند، چوب حراجشان را بر جان و حرمت انسان و اصالت اندیشیدن نیز آوار کنند و به بهایی گزاف هر بار دسته ای از ما را به دسته ای دیگر مورد هجمه و سرکوب قرار دهند. ایران ما، امید داشته باش و بدان که فرزندان تو، مردم زخم خورده اما ایستاده تو، دست در دست با اندیشه و احترام و مهربانی جراحات و تعدیها را، بیرحمی و نامردی و نامرادیها را از تن زیبای تو و از فردای فرزندان تو خواهند زدود. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.